خب سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان گلم خوش اومدید به قسمت چهارم از دوره طراحی سایت با CSS امروز قرار استش که ما پس استایل دهی به تکار ادامه بدیم یک بخشیش مونده اون رو اول خدمتتون بگم و سپس با یک ویژگی کاربردی آشنا بشیم به نام اینهریت حالا به معنای ارسپری هست و بهتون تو ادامه ویدیو خواهم گفتش که این در واقع ویژگی به چه درد ما میخوره اما ابتدا خوشحال میشم که کانالمون رو اگر سابسکرایب ندارید حتما ساب کنید و عضو کانال بشید در انتهای ویدیو اگر ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و نظرات و سوالاتتون رو حتما برام بنویسید بیماید تلیب به امسراغ آموزش خب من از قبل نرفسار دیریم رو با کردم این سر دیگه میخوام با دریم کد بزنم چون من خودم به شخصه راحت تر هستم نسبت به ویژوال استودیو کد حالا اون رو هم جلسه پیش استفاده کردیم که شما ایزان در واقع مشکلی از اون بابت هم نداشته باشید از بابت استفاده کردنش خب بریم توی پوشه CSS مون اپیزود سوم رو ایجاد کنیم ای پی خب توی ای پی اس مون میخوایم شروع کنیم به در واقع ایجاد فایل ها یک من ابتدا یک سند CSS ایجاد کنم. به عنوان ایندکس و این رو درون EPS CSS.EPS قرار میدم با عنوان ایندکس خب این از ایندکسمون ایجاد شد ایندکسمون حالا میایم فایل CSS مون رو هم ایجاد میکنیم یک سند CSS ایجاد میکنیم این رو هم با کنترل S درون همون EPS به عنوان فایل استایل ذخیره میکنیم خب شروع میکنیم به کد زدن این جلسه ابتدا میخوام به یک سری ویژگی های دیگه از ای از در میشه گفتش که استایل به به شما را آشنا کنم حالات خیلی روش ها هستش که شما میتونید برای در واقع استایل استفاده کنید ولی خب حالا ما روش های مرسوم رو میگیم و بهتون میگم که لیست کاملش رو از کجا میتونید مشاهده کنید من ابتدا یک تگ دای استفاده استفاده میکنم یک تگ نگهدارنده دای و درونش یک متنی در واقع در نتگ پیم قرار میدم به عنوانه. هلو ورد خب من حالا میخوام بیام به این هلو یک در واقع استایلی بدم خب اینجا دیگه نمیخوام از کلاس ها استفاده کنم خیلی ساده میتونم اینجا مثلا بهش یک کلاس بدم مثلا به عنوان تکست خب بیام اول لینک هم بکنیم سند سی اس رو من این رو یادم رفت یک تگ لینک استفاده میکنم هایپر رفتش میکنم یا همون اچ استایل چون در پوشه قرار گرفتن کافیه که فقط اسم فایل همراه با پستان رو بنویسید ریلیشنشون رو استایل شیت قرار میدیم و تایپش رو هم نوع تکس css سی اس اس و اینجا تگ لینک رو میبندیم خب الان میبینید که اینجا برای من لینک شد و فایل استایل رو هم برای من شناخت خب حالا میام تو استایل خب سال از دیگه ما کلاس در واقع تکست رو دادیم اینجا تکس رو فراخونی میکنیم و مثلا میگیم که آقا مثلا بکران کالرش رو مثلا رد قرار بده و بیا و به عنوان مثلا کالرش رو هم رنگ نوشته رو هم مثلا بلک قرار بده خب خیلی ساده اینجا تغییرات برای ما اعمال میشه اگه نتیجه رو ببینیم که با استفاده از کلاس شما خیلی راحت میتونید کار انجام بده اما شاید خب یک برنامه نویسی از این روش استفاده نکرده باشه الان آه... به بهتون میگم از چه روش های دیگه میشه استفاده کرد بذارید تدا بریم به سورس کد من کلاس رو پاک میکنم و اصلا فرض کنید هیچ کلاس اینجا وجود نداره بذارید این رو هم پاک کنم پس روش کلاس رو بلد هستیم اما یک پرنامه نویسی شاید اومده باشه که از اصلا کلاس استفاده نکرده باشه از چی استفاده کرده باشه؟ از آدرس سهی استفاده کرده آدرس تو در تو به چه روشی هستش این روش؟ ببینید ابتدا شما میاد دیو رو فراخوانی میکنید یا تگ دایو رو و بعدش میاید میگردید مثلا من میخوام تگ پی رو در تگ دایو هم انتخاب کنم تگ پی رو بعدش می نویسم وقتی این روش رو استفاده کنید یعنی شما گفتید که بیا ابتدا در تگ دایو تگ های پی رو سلکت کن حالا میتونه یه دونه تگ باشه یا میتونه چند تا تگ باشه الان مثلا امتحان مثالش رو براتون میزنم خب وقتی این کار رو انجام بدید یک اسپیس میزنید و کروشتون رو در اکولاتتون رو قرار میدید و شروع میکنید به ساده ای الان اگر من بگم بکرین کالرش رو مثلا رد قرار بده هیچ فرقی نمیکنه انگار من اومدم بهش با استفاده کلاس ها هم همین در واقع کار رو انجام دادم حالا این رو هم اصلا گیرین کنم میبینید که رنگش عوض میشه پس با استفاده از این مدل ای هم شما میتونید بیاید به تکاتون ویژگی رو اضافه کنید یک مدل دیگهش هم خب به این صورت است که مثلا فرض کنید به این دیو کلاس داده اومده گفته که مثلا این کلاس کان که هم محافظ کان کانتینر هست و معنای نگهدارنده اومده گفته که کلاس کان رو قرار داد و تگ پی این رو اومده مثلا چه جوری مثال زده براتون به این حالت گفته که ابتدا کلاس کانأکتور... کانکتور کانکتور کانتینر رو فراخونی کرده و بعدش گفته که بیا تک های پی رو یعنی به این صورت که الان این دستور یعنی اینکه برو ابتدا به کلاس کانتینر و بعدش بیا تک های پی رو سلکت کن با استفاده از این روش هم شما میتونید بیاید در واقع هاتون رو اعمال کنید الان مثلا من بک‌گراندش رو همون رد قرار میدم ببینید که دوباره اگر رفرش رو انجام بدم رنگش رد میشه روش های خیلی زیادی هستش برای اینکه سلکت کنید و میشه گفتش که هزاران تا روش وجود داره ولی خب مرسومه که بیشتر همون تکا و آیدی ها استفاده میکنند و نهایتا حالا یک کلاسی رو مثال میزنن و میان مثلا بعدش حالا تکایی که در نمون کلاس قرار گرفته رو هم اینجوری میان بهش استر رو میدن ولی خب معمولا همون کلاس ها استفاده میکنن چون هرچی کودتون بهینه تر و به صلاح قابل فهمتر باشه مسلما راحت تر هم میکنه کار رو برای هم شما و هم کسی که قرار هستش بعدن کوتای شما رو ادیت کنم خب پس این روش رو هم گفتیم یک روش دیگه هم هست روشی که میتونید ازش استفاده کنید مثلا فرض کنید به تگ پیتون کلاس دادید مثلا کلاس تکس رو دادید وقتی که از این روش استفاده کنید من این رو هم پاک میکنم یعنی فرض کنید که اصلا کلاسی نداره این تگ دیویشن من میام به چه روشی عمل میکنم ابتدا تگ دیو رو فراخونی می‌کنم. و بعدش میام رو هم سرکته کنم خب و بعدش میام کلاس تکست رو فراخونی میکنم و اینجوری بهش کد رو میدم یعنی هر دو حالت هم میتونید شما استفاده کنید و الان اگر نتیجه رو ببینیم این که همون تغییرات ایجاد شده و دستورات برای من اجرا شد حالا من لیست کاملش رو بذارید بهتون نشون بدم کافیه که بیاید داخل مرورگرتون و CSS سلکتور رو تایپ کنید وبسایت اول 3 اسکول میاد و لیست کامل حالت هایی که شما میتونید سلکت رو انجام بدید برای شما آورده ببین یک حالت کلاس هست مثلا دو تا کلاس رو میتونید همزمان سلکت کنید یعنی چی یعنی اینکه بیاید مثلا فرض کنید من الان در نت تگ هم یک تگ اسپن دیگه هم قرار دادم با کلاس مثلا تکس دو این حالت رو قرار دادم و اومدم Hello ورد رو اینجا قرار دارم هلو دو الان من میخوام به جفتشون همزمان یک اصرار رو بدم بعد چیکار کنم میتونم بیام خیلی راحت بگم که اول تگ مثلا کلاس تکست رو برای من سلکت کن به این صورت کلاس تکست رو برای من سلکت کن بعدش با استفاده از یک علامت جدا کننده میام بهش میگم که تکست دو رو هم برای من سلکت کن به این حالت میتونید بیاید در واقع سلکت خودتون رو انجام بدید این جدا کننده بغل کیبورد در واقع حروف M هست حالا من اسمش رو باستم تو ادیت ویدیو براتون قرار میدم اسمش رو متاسفانه فراموش کردم انقدر میشه گفتش که اهمیت ندادیم به این مسئله دیگه خودم هم واقعا یادم رفته ولی خب بغل کیبورد در واقع بغل حروف M در روی کیبوردتون هستش به این حالت هم میتونید سلکت رو انجام بدید حالا بیاد بگید بکراند کالرش رو مده مثال مثلا بولو قرار بده اگر این رو کد رو اجرا کنم میبینید که به جفت این کلاس ها این تغییرات اعمال شد من تا این ویدیو رو هم نگاه کنم خب پس به این روش هم شما میتونید بیاد کداتون رو بیاد بهشون استال بدید روش های مختلفی هست که روش های سلکتور که اینجا مشاهده میکنید حالا ما در طول دور از چند تا از میشه گفتش که مهماش استفاده میکنیم ولی خب لیست کاملش رو اینجا شما دارید مشاهده میکنید ولی خب معمولا میگم هیچ کی مثلا نمیاد کلاس رو اونجور که جلسه پیش بهتون گفتم بذار مثلا یک تگ پی دیگه من ایجاد کنم هیچ کی نمیاد مثلا کلاس تکست سه رو اینجا قرار بده و اینجا مثلا هلو رو هم فرض قرار بده هلو خب این حالت هیچ کس نمیاد مسلما به این روش مثلا کلاسش رو مثلا بگه که کلاس مساوی این روشی هست که جلسه پیش بهتون گفتیم دیگه مثلا بیاد بگه که تکسسه خب این سلکت کردن واقعا درد سر هستش و هیچکی کی نمیاد مسلما این کار رو انجام بده مثلا بگه که کالرش رو رد قرار بده دستور برای من اجرا میشه ها خب اینجا بذار ببینیم ایرادش چی هستش خب اینجا من نظر نوشتاری من ایراد داشتم خب این مسئله ریز واقعا میتونه اذیت کنه خب ببینید رنگش قرمز شد ولی خب مسلما این حالت که بیاید مثلا داخل دا کروشه قرار بدید کلاس مثلا مثلا یه تکسس خب اصولی نیست بیاید هم یک نقطه رو قرار بدید و کلاس رو فراخ کنید پس روش های گوناگونی هست ولی خب ما نیاز نیستش همه مسیرها رو فس ما شما میخواد برید مثلا به مدرسه خب نیاز نیست همه میشه گفتش که حالت ها رو بلد باشید خوبه ها یعنی وقتی کامل بلد باشید مسلدید بهش ولی خب نیاز نیستش که از چند تا را خب مسلما شما میتونید یک راه کوتاهی به مدرسه انتخاب کنید نمیاد یک روشی رو انتخاب یعنی یک راهی رو انتخاب کنید که طولانی هم. مثلا برید یه دور قمری بزنید خب بعد برید بعد خب مسلما همیشه از روش های بهینه استفاده میکنید برای اینکه هم توی صرف جوی در وقتتون بشه و هم که کوتا قابل فهمتر باشه بس لیست کاملش رو میتونید بیاید توی CSS Selector اینجا توی WTR School وبسایت که مرجع زبان های HTML CSS بالا با جاوا اسکریپت رو هم اضافه کرده و زبان های دیگر هم داره مثلا شما شما میتونید بیاید اینجا به راحتی یاد بگیرید کافی اینجا بیاد کلمه در واقع CSS سلکتور رو اگر بنویسید اولین وبسایت حالا با استفاده از سرچ گوگل خودش می این کارو انجام دهد ولی خب میاد و لیست کامل انواع سلکتور ها رو اینجا برای شما قرار داده خب حالا ما در طول دوره گفتم دیگه با انواع مختلف ها هم آشنا خواهیم شد میگه نمیخوام الان هی بگم موارد بیشتر رو که اذیتتون کنم در هر همین حد بدونید کافی استش فعلا برای این جلسه خب بریم سراغ حالا ویژگی این که قرصش بهتون بگم که این ویژگی چیکار کار میتونه انجام بده این ویژگی به من ارسبری هست شما فرض کنید یک تگ دایو اینجا داریم ما در این تگ دایو مجددا یک تگ به دیگه داریم به این حالت پس قرار گرفته و یک کلمه ای داره به نام هلو هلو I'm به محمد رزا میخوام بنویسم محمد رزا شو میخوام در یک تگ اسپن قرار بدم خب فرض کنید که من اومدم به صورت پیش به این تگ اسپن یک استالی دادم خب مثلا هم بعضی ها این کار رو انجام میدن مثلا به صورت پیشورت میگن که آقا هر چیز اگه اسپن در سایت وجود داره بیا مثلا کالرش رو مثلا رد قرار بده خب الان اگه نتیجه رو ببینیم من اگه این رو رفرش کنم میبینید که کالر رد برای من اینجا قرار گرفته خب برگردیم به کد هامون فرض کنید من یک استایل پیشفرض دادم حالا این رو تصور کنید و اومدم به این تگ مثلا پیر در این تگ دیویشن من اومدم به شک استایلی دادم گفتم که کالرت رو میخوام گیرین قرار بدم اگر نتیجه رو الان ببینیم نگاه کنید رنگ دیویشن برای من گیرین شد اما رنگ اسپن تغییر نکرد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اومدم اینجا به این اسپن گفتم که تمامی رنگ های در واقع تمامی اسپنها ها رنگشون قرمز باشه ویژگی مادر فرزندی اینجا به کار میاد همون این هیریت یعنی شما میتونید بیایید تعیین کنید که فرض کنید من یک کلاس به این اول بدم به این کلاس مثلا میدم کلاس کان به معنی حالا کانتینر میام و میگم که برو در نه در واقع کلاس کانم به این صورت می نویسم در نت کلاس کانم بیا اسپن ها رو سلکت کن وقتی که این کار رو انجام بدم من میخوام مثلا رنگ این قرمز که اینجا قرار دادم فرض کنید این استایل رو نمیخوام پاک کنم این اسپنی که اینجا نوشتم این یک ویژگی پیشفرزی هستش که اگر تغییرات رو صورت ندادم رو تگ اسپنم این تغییرات اعمال بشه ولی خب من میخوام اینجا تغییر اعمال کنم میخوام بگم که اسپنم نمیخوام رنگش قرمز باشه میخوام هم رنگ همین دیویشن هم باشه ببین الان من دیویشن رو اینجا قرار دادم رنگش رو هم گیرین قرار دادم ولی خب روی اسپنم اعمال نشد چون قبل خودش استایل داشته برای اینکه بیام این تغییرات رو روش اعمال کنم ببینید همیشه شما به همین راحتی مثلا تغییرات رو اعمال نمی کنید برای مثال کالر رو اینجا قرار دادم من میتونم بیام کالر رو با استفاده از یک کد رنگی اینجا بنویسم خب حالا جلوتر بهتون میگم کد های رنگی به چه کارمون میاد اینجا دیگه مثلا گیرین رو ننوشتم خب مسلما حفظ کردن همچین کد رنگی برای من سخت هستش میام چیکار میکنم میام از با... در واقع حالت مادر فرزندی استفاده می‌کنم. الان تگ اسپن من در تگ دی من قرار گرفته دیگه به نوعی میشه گفتش که تگ دی فرزند در واقع تگ اسپن فرزند تگ دیف است و تگ دیو والد تگ اسپن با استفاده از این حالت مادر فرزندی من میام میگم که آقا کان رو اینجا انتخاب میکنم کانتینرم رو میام میگم تک های اسپن که در دیو کانتینر من قرار دارن بیا بهشون کالرشون رو میتونم اینجا بگم گیرین خب ولی این هم مسئله ای هستش که بهتون گفتم شما فرض کنید که اینجا کد رنگی داشتید یه خب کد رنگی رو نمیتونید حفظ کنید که خب یا برید پیدا کنید فرض کنید چند هزار خط کد دارید دیگه نمیتونید بیاید حالا چند هزار خط نه ولی خب البته پروژه سنگین به چند هزار خط هم میرسه و شاید هم بیشتر فرض کنید مقدار زیادی کد زدید و خب نمیتونید بیاید کد رنگ رو حفظ کنید میتونید بیاد بهش چی بگید میتونید بیاد بگید که از رنگ والدت برو در واقع اون رنگ والدت داره تو هم همون رنگ رو بگیر باید بیاد بهش در واقع قابلیت این رو بدید این رو می نویسید البته تلفظ درستش رو بخوام بهتون بگم این رو می نویسید. و الان رنگ محمد رزا رنگی میشه رنگ والدش هستش هر ویژگی که والدش داشته باشه میتونید بهش اعمال کنید معمولا این هریت برای رنگ ها استفاده میشه البته میگم این هریت هم جزو از دستوراتی هستش که خب شما وقتی میتونید بیاید با در واقع کلاس ها این کار رو انجام بدید دیگه یک مقدار از این هریت بخواید استفاده کنید هم پیچیده میشه و هم البته میشه گفتش که سی اس زبونی هستش که دست رو برای همه وا گذاشته و میشه به هر روشی که دوست دارید بیاید استایلینگ رو انجام بدید ولی در کل کاربرد این هیریت این هستش که در واقع میاد و ویژگی مادر رو به فرزند هم اعمال میکنه اگر بریم در وبسایت سایت اسکول می اسکول میبینیم که اینجا هم اومده و در واقع ویژن البته اینجا باید بیاید اول سرچ کنید دیگه مسلما بیاید بنویسید که این هیریت رو بنویسید این هیریت CSS هر چیزی رو متوجه نشدید کافی که بیاید سرچ کنید توی دبلیو تی و به نتیجه خواهید رسید میبینید که اینجا خودش هم یک مثالی زده در مورد همین ویژگی ما در فرزندی که اینجا مثالش رو هم بذارید با هم بررسی کنیم خب ابتدا اومده یک تگ دای ویجات کرده در یک تگ اسپن قرار داده این رو چند بار تکرار کرده اینجا اومده این رو در واقع یک تگ دای ایجاد کرده و کالرش رو رد قرار داده همجور که مشاهده میکنید ولی اینجا اسپنش رنگش رد نشده به دلیل اینکه برای اسپن خودش یک ویژگی پیشورز و قبل تعریف کرده به خاطر همین اومده و ویژگی پیشورز در واقع اسپن رو گرفته الان مثلا من این رو براون قرار بدم اگر درست نوشته باشم رنگ رو اجرا کنیم خب این رو اشتباه نوشتم مثلا یلو بذارید بنویسم اینجا چون مثال نمیزنه من خب میبینید که رنگش الان یلو شد پس در واقع پیش پیشورزی رو گرفته که اینجا به اسپند دادیم ولی شرایط توی در واقع دیویشن دوم متفاوت است چرا؟ به اینکه اومده اینجا مشخص کرده گفته اسپنی که در این کلاس اکسترا هستش رو بیا کالرش رو این حیریت قرار بده یعنی کالر و میشه گفتش که والدم رو بگیر الان اینجا مشاهده کنید خب این تگ اسپن درن تگ دیو قرار گرفته دیگه و اومده با, با استفاده از ابتدا میشه گفتش که کلاس اکسترا رو فراخونی کرده و سپس اومده گفته که اسپنی که درن این کلاس قرار داره رو بیا کالرش رو این هیریت قرار بده الان اگر من این تیک کد رو هست کنم میبینید که در واقع رنگ ها استال پیشوزی رو میگن که اینجا اسپن بهشون داده ولی خب خیلی ساده میتونم بیام با ویژگی با در واقع این بیام این رو بذارید اینجا فکر کنم اضافه کرده بود خب با استفاده از این بیام رنگ در واقع والدش رو به تگی که میخوام اعمال کنم این هم از این بخش برای این جسته کافی هستش شاید یک مقدار واژه در واقع دستور این هیریت یک مقدار متوجه نشده باشید و گنگ باشه براتون ببینید دیگه چند بار ویدیو رو ببینید هیچ نداره و اگر هم واسه هم متوجه نشدید سعی کنید که از W3School کمک بگیرید و بیایید این مثال رو ببینید و با بررسی کردن قطعا متوجه خواهید شد قبل اینکه ویدیو رو به پایان برسونم خوشحال میشم که کانال تلگرام و پیج اینستاگرام رو هم دنبال کنید در کانال تلگرام همجور که میدونید لینک تمامی آموزش ها قرار میگیره همراه با تمرین هایی که هر جلسه با هم انجام میدیم درون پیج اینستامون هم آموزشاتی مربوط به تر قرار گرفته خوشحال میشم که پیج رو هم فالو داشته باشید تا دیداری دیگر خدا نگهدار